نماسته به همگی، یاسمن هستم و شما به جلسه اول از چالش استقامت بدن خوش اومدید. برای تمرین امروز نیاز به هیچ ابزاری ندارید، فقط خودتون و متتون نیاز هست و اگر هر مشکل خاصی توی ستون فقراتتون، زانو یا مچ دست دارید، قبل از انجام این تمرینات با پزشکتون مشورت کنید. تمریناتمون رو از وضعیت چهار دست و پا شروع میکنیم. توی حالت چهار دست و پا قرار میگیریم، مچ دستمون کاملا زیر شانه است، انگشتای دست رو گسترده میکنیم، زانو زیر لگنه و بدنمون در حالت تیبل تاپ یا وضعیت چهار دست و پا هست. دم میگیریم، شکم رو میدیم به سمت پایین، سر رو میدیم به سمت بالا، دنبالچه جا به جا میشه، بازدم میکنیم، سر میاد بین دستا، شکم میره به سمت داخل، پشتمون گرد میشه، دم میگیریم، سر و سینه میاد بالا، بازدم، پشتم گرد میشه، دستام رو روی زمین فشار میدم، دم میگیرم، سر و سینه میاد بالا، لبخند رو فراموش نمی کنم، بازدم میکنم، سر میاد بین دستا، پشتم گرد میشه. دوتا تکرار دیگه، دم، سر و سینه میاد به سمت بالا و بازدم، سر میاد بین دستا قرار میگیره. آرام برمیگردم، میام توی وضعیت خونسا قرار میگیرم و میام بدنم میارم به سمت راست. آرام شروع کن به ایجاد دایره حول محور مچ دستت. دم و بازدم کن. به تمرینت ادامه بده، 5 تا در یک جهت و 5 تا در خلاف جهت دایره بکش. نفس ها جاری باشه. برگرد بیا توی حالت خونسا. انگشتای دستتو به چرخون، دست راست به سمت راست، دست چپ به سمت چپ. یادت باشه که انگشتات از همدیگه دوره، زانوهات زیر لگنه و پاهات به اندازه عرض لگن بینشون فاصله است، دستها به اندازه عرض شانه. بدن اینجوری به سمت پایین رها نمی کنیم. شکم رو می کشیم به سمت داخل، کاملا کورمون رو اکتیو نگه می داریم. بدن رو می کشیم به سمت راست، برمیگردیم وسط، کاملا بدن رو میکشیم به سمت چپ، جوری که شونه ها از خط مچ رد بشه، به راست، به چپ، راست و چپ. این حرکت ها رو بهتره که آروم انجام بدید، چون سریع انجام دادنش خودش میتونه عاملی برای آسیب باشه. و چپ، برمیگردیم وسط، سرانگشتای دستمون رو میچرخونیم، میاریم به سمت زانوها. شاید نتونید دوتا دست رو با هم دیگه برگردونید به سمت زانوها. اگر دیدید نمیتونید، یک تک دست انجامش بدید. سرانگشتای پا رو بذارید روی زمین، باسن رو بکشید به سمت پاشنه پا، پاشنه دست از روی زمین بلند میشه، آرام برگردیم. بازدم، پاشنه دست بلند میشه، دم، بدن رو شیفت میدیم به سمت جلو، بازدم، بدن رو شیفت میدیم به سمت عقب، پاشنه دست بلند میشه، آرام برمیگردیم. بار آخر، بدن رو میکشیم به سمت عقب، پاشنه دست بلند میشه و برمیگردیم. خیلی خب، آرام دستا رو برگردون توی حالت اولیه. پشت دستا رو بذار روی زمین، سرانگشتا به سمت هم دیگه. تلاش کن آرنجتو صاف نگه داری. اگه خم شد اشکالی نداره. فعلا ممکنه اون انعطاف لازم رو نداشته باشید، ولی تا حدی که میتونی توی وضعیت بمون. حالا 4 تا انگشتتو بیار روی هم، انگشت شستتو بذار روش، آرنجتو خم کن کاملا، بدنتو بیار به سمت پایین، روی انگشتا یا سر انگشتا میتونه روی زمین باشه، مشت کن مشت کن مشت کن دستتو، بازدم کن دستتو، هر چقدر که میتونی سافت کن، شونه هاتو پروتراکت بکن. از روبرو بذارید بهتون نشون بدم، پشت دستام روی زمینه، توی حالت چهار دست و پا هستم.
انگشتامو میارم داخل، شستو میذارم روش، آرنجا رو خم میکنم، سینه رو میدم پایین، کامل مشت مشت میکنم دستمو، سعی میکنم مشتمو حفظ بکنم، آرام دستمو صاف میکنم. برمیگردم بار آخر، مشت دستتو فشار بده، آرنجتو صاف کن. حالا از همین جایی که هستی، برای اینکه میخوایم به دستت فشار نیاد، انگشتای دستتو باز کن، باسنتو بکش به سمت عقب که فشار از روی مچت برداشته بشه، دستتو رها بکن و بشین روی پاشنه پاهات. روی پاشنه پاهامون نشستیم، میخوایم روی پا رو کشیده بکنیم. با دست راستم زانوی پای راستمو میگیرم و بدنمو یه خورده میکشم به سمت عقب، زانو رو بلند میکنم، میذارم روی پام کشیده بشه. نفس هام جاریه، 1 2 3، آرام پا رو میذارم زمین، با دست چپم زانوی چپم رو میگیرم، دم میگیرم، کشیده میکنم، میارمش بالا، 1 کمرم صاف، 2 نفس، 3 آرام برش میگردونم عقب. اگه خیلی مبتدی هستی، دستاتو بذار پشت بدن، بدنتو کج کن به سمت عقب، زانوها رو از روی زمین بلند کن. اگر که متوسطه هستی، دستاتو صاف کن، 5 4 3 2 1، دستاتو بذار روی زمین، آرام زانوهاتو برگردون و برگرد بیا توی حالت 4 دست و پا قرار بگیر. دوباره چک کن، مطمئن شو مچ دستات زیر شانه ها هست، زانوها زیر لگن، پاهات اندازه عرض لگن، دستات اندازه عرض شانه. به صورت ریالیستیکلی بعضیا فکر میکنن عرض شانه شون خیلی بزرگه، اونقدر که فکر میکنین بزرگ نیست، به اندازه طبیعی باز باشه. حالا میخوایم دستا رو فشار بدیم. میبینی دستا رو فشار میدم، شکممو میکشم داخل، شونه هامو از جلو به هم انگار نزدیک میکنم، از پشت کتفامو دور میکنم، بهش میگن پروتراکشن. حالا آروم شلش میکنم، شکمم سر جاش میمونه، فقط شونه هام میاد به سمت پایین، بهش میگن ریتراکشن. پس شد پروتراکشن، ریتراکشن. 10 پروتراکشن، ریتراکشن. 9 ادامه بده، 8 سریعتر، 7 کنترل روی شکمت داشته باش، 6 5، شونه ها نمیاد به سمت گوش، فقط وسط کتفا میره به سمت پایین و برمیگرده، 5 4 3 2 و 1، برمیگردم، زانوهامو میارم کنار همدیگه قرار میدم، دم میگیرم، دست راستو میکشم به سمت بالا، انگار میخوام ترد نیدل انجام بدم، بازدم میکنم، دست راستو از جلو برمیگردونم، میذارم روی زمین، ریتراکشن انجام میدم، برمیگردم، دست چپو میکشم به سمت بالا، بازدم، یه دایره ایجاد میکنم، در واقع نیم دایره، ریتراکشن، پروتراکشن، دست راست، بازدم، ریتراکشن، پروتراکشن، دم، دست چپ، بازدم، ریتراکشن، پروتراکشن، راست، پایین، ریتراکشن، پروتراکشن، چپ، پایین، ریتراکشن، پروتراکشن، یه بار دیگه راست، پایین، ریتراکشن، پروتراکشن، چپ، نیم دایره، ریتراکشن و پروتراکشن. انگشتای پا رو بذار روی زمین، زانوها رو از روی زمین بلند کن، باسن رو بکش به سمت بالا و عقب، یه توی وضعیت قله. یه کوچولو اینجا میمونیم، انگشتای دست رو فشار میدیم، شونه را از گوش دور نگه می‌داریم. قسمت بیرونی هیپ رو می‌کشیم به سمت بالا و عقب، کمر رو صاف نگه می‌داریم. اگه برامون امکان نداره کمر رو صاف نگه داریم، زانوها رو خم می‌کنیم. پس یه شکل این شکلی نمی‌خوام. زانو خم،
شکمو میچسبونی روی ران، اگه میتونی پاشنه پاها رو میذاری روی زمین. 5 دستا رو فشار بده روی زمین. 4 قد ستون مهراتو بلند کن. 3 شونه هاتو به صورت اکسترنالی به بیرون بچرخون. 2 1 نگاه کن بین دستات، بیا روی انگشتای پات. مقدماتی هستی قدم بردار، متوسط پیشرفته هستی زانوهاتو خم کن، آرام بپر جلو، دم بگیر تا نیمه بیا بالا، کمر صاف، بازدم کن اوتاناسانا، دم بگیر دستا رو بکش به سمت آسمان، بازدم ساماستیتیهی. حالا میخوایم با هم دیگه چند ران سلام بر خورشید انجام بدیم. خیلی بستگی به حال من داره که چند تا بهتون بگم، احتمالاً حالا 3 تا یا 4 تا بشه. پاها رو بیارید کنار هم دیگه، داخل رانها رو به هم بچسبونید، شکمو بکشید به سمت داخل، قد ستون و مهراتون رو بلند کنید. دقت کن اگر متوسطه پیشرفته هستی 5 تا 7 ران سلام بر خورشید برو، اگه مقدماتی هستی بیا 3 تا انجام میدیم با هم. دم بگیر دستا رو بکش به سمت بالا، نگاه به سمت بالا، شکم داخل، از هیپ حرکت نمی کنیم، هیپ سر جاشه، دستا رو می کشیم به سمت عقب، خم به عقب با بالا تنه می ریم. بازدم می کنیم، دنبالچه رو می دیم عقب با کمر صاف، هر چقدر می تونم میام پایین، اگه لازمه زانوهامو خم می کنم. دم می گیرم تا نیمه میام بالا، بازدم دستامو می زارم روی زمین، پای راست، پای چپ، خطکش. توی خطکش کل بدن روی یه خط صافه، دقت می کنم که مچ دستم زیر شانه هام باشه و پاشنه پام بالای انگشتای پام باشه. یعنی چی؟ یعنی این شکلی نباش، بیا جلو که شکمت هم فعال بشه. زانو سینه چانه رو بذار روی زمین، روی انگشتای پا رو بذار روی زمین، دم بگیر بیا کوبرا یا سگ سر بالا، شونه از گوش دوره، آرنجا رو بغل میکنیم از کنار، باسن منقبضه، پاها به هم چسبید از تا جایی که میتونیم، انگشتای پا رو میذاریم روی زمین، دستا رو فشار میدیم، بازدم میکنیم، میایم وضعیت قله. دیگه تکرار نمیکنم همه الاینمنت ها رو، با هم دیگه میریم دوران دیگه رو انجام بدیم. نگاه کن برو برو، بیا روی انگشتای پا، بپر یا قدم بردار جلو، دم تا نیمه بیا بالا، بازدم اوتاناسانا، دم دستا رو بکش به سمت بالا، بازدم ساماستیتیهی، دم دستا رو میکشیم به سمت بالا و عقب، بازدم اوتاناسانا، دم تا نیمه میایم بالا، بازدم میکنیم، قدم برمیداریم یا میپریم عقب، خطکش. این بار زانو سینه چانه یا چاتورانگا، دم کوبرا یا سگ سر بالا، شونه از گوش دور، بازدم قله یا سگ سرپایی. نگاه کن بین دستات، متوقف نمیشیم، بیا روی انگشتای پات، بپر یا قدم بردار تا نیمه بیا بالا، بازدم کن اوتاناسانا، دم دستا رو بکش بالا، بازدم ساماستیتیهی. یه رانده دیگه میخواییم با هم دیگه انجام بدیم. دم بگیر دستاتو بکش به سمت آسمان، شاید یه خم به عقب از بالا تنه، بازدم کن اوتاناسانا، دم بگیر تا نیمه بیا بالا، بازدم کن، دستو بذار روی زمین، بپر یا قدم بردار یا چاتورانگا. مطمئن شو که قسمت فور آرم و آپر آرمت با هم دیگه زاویه 90 درجه میسازن. دم سگ سر بالا، بازدم سگ سر پایین. کوچولو تو سگ سرپایینت بمون، نفس ها جاری باشه و زانوهاتو بذار روی زمین. زانوهامونو میذاریم روی زمین، یه نفس میگیریم. حالا اینجا میخوام وضعیت مودیفای چاتورانگا انجام بدیم و میخوایم ببریمش به سمت پایین و بیاریمش به سمت بالا. چی کار میکنیم؟ زانوهامونو میبریم عقبتر از خط لگن، دستامونو روی زمین فشار میدیم، بدنمونو شیفت میدیم به سمت جلو جوری که شونه ها از مچ دست رد بشه، بعد بازدم میکنیم، میایم چاتورانگا، مودیفای چاترانگا. نگاه کن شونه هام با باسنم توی خطه، دم میگیرم میام بالا. پس اینو نمیخوام، این که 8 نقطه است، چاتورانگا میخوام. دستاتو فشار بده، شکمتو بکش به سمت داخل، بدنتو شیفت بده جلو، آرنجتو خم کن،
1 2 هر چند تا میتونی بیا. 3 لحظه که فکر میکنی دیگه بیشتر از این نمیتونی، هنوز کلی دیگه انرژی داری. 4 شکم داخل. 5 عالیه، بیا بالا. انگشتای پا رو بذار روی زمین. اگه خسته شدی میتونی دستاتو رها کنی برای یه لحظه. دم، زانوها میاد بالا. من چون میخوام ویدیو خیلی طولانی نشه همه رو پشت سر هم میگم، اگرم بتونی پشت سر هم بگی انجام بدی خیلی بهتره. زانو رو میذاری روی زمین. از این وضعیت تیبل تاپ به پلانکی که میخوایم الان انجام بدیم، پلانکمون یه خود فرق میکنه. خط کشمون فرقش چیه؟ اینه که شکم کشیده میشه داخل، یه خود باسن میاد بالاتر. یعنی از حالت پلانک یه کوچولو متفاوته، شکم کاملا فعال میشه. زانو میاد زمین، میاد بالا. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بیا پلانک. پلانک پلانک اینجا بمون. نفس ها جاری باشه، دستاتو فشار بده. تو میتونی شکمتو خیلی پایین نیار که کمرت اذیت بشه. سعی کن پاشنتو بالای انگشتای پا قرار بدی، شونه هات بالای مچ دستت باشه، شونه رو از گوش دور نگه دار، سرت هم اینجوری ننداز، سر در راستای ستون فقرات باشه. هر وقت میتونی چاترانگا، دم، سگ سر بالا، بازدم، قله یا سگ سر پایین. یه نفس، نفس دو و نفس سه. پاها رو بیار کنار هم، پای راستت رو بکش به سمت بالا، یه قدم با پای راستت بردار بیا جلو بین دستات. اگه کامل نیمد از دستت استفاده کن. دم بگیر، دستا رو بکش به سمت آسمان، بیا توی وضعیت های لنج. زانو جلو سر از انگشتای پا نمیره، لگنت کاملا بالای شونه ها هست. سعی میکنی که دوتا باسنت رو بیاری توی یک راستا. 5 این کارو میکنیم فقط برای اینکه مچ دستمون آروم بشه. اگه دوست داری میتونی دایره با مچ دستات ایجاد بکنی. 4 3 2 1 دستاتو میذاری روی زمین، پای راستو میکشی به سمت عقب، زانو رو میذاری زمین. همین کارو میخوایم دوباره با سمت دوباره انجام بدیم. بعد بریم های لانج با سمت مخالف. بدنمون رو میکشیم به سمت جلو، زانوها عقب تر از باسنه، میایم جلو، شکم داخل، چاترانگا بالا. 5 بالا. 4 بالا. دقت کن ببین که بازوم و ساعدم با هم زاویه 90 درجه درست میکنن. 3 پایین، 2 پایین، 1 زانو رو بلند کن. 1 2 3 شکم داخل. 4 5 زانوتو نکوبون زمین. 6 7 8 9 10 چاترانگا یا 8 نقطه، سگ سر بالا، بازدم، قله یا سگ سر پایین. دم بگیر، پاها رو بیار کنار هم دیگه، بازدم کن. دم بعدی پای چپو بکش به سمت بالا، زانوشو خم کن، یه قدم بردار بیا جلو. دم بگیر، دستا رو بکش به سمت بالا، بیا توی وضعیت های لانج. پای پشتی خم نباشه، قشنگ بکشش به سمت عقب. برام خیلی فرقی نمیکنه، اینجا داریم استراحت میکنیم، برای همین برام فرقی نمیکنه اگه رانتون موازی زمین باشه یا نباشه. اگه میخوای خودتو به چالش بکشی، ران پای چپت با زمین موازی باشه. البته نمیدونم، شاید شما منو دارید برعکس میبینید، چون از دوربین جلوی گوشی دارم استفاده میکنم. 5 4 3 2 1 دستا رو بذار روی زمین، پا رو بکش به سمت عقب، بیا وضعیت خطکش. زانوها رو میذاریم آرام روی زمین، قسمت ساعد دستمون رو میذاریم روی زمین، کف دستا
روی زمین، دستا به اندازه عرض شانه بازه، توی وضعیت فور آرم پلانک میخوایم بریم. دقت کن که اینجوری یا اینجوری نباشی، شونه دقیقا بالای آرنجت باشه، کف دستاتو فشار بده، پاهاتو بکش عقب، بدنت روی یه خط صاف، شکمتو بکش داخل، نگهدار. میخوایم 45 ثانیه اینجا بمونیم. بمون، بدنتون انداز پایین، نصف راه رفتیم. عالیه. اگه خیلی خسته شدی زانوتو بذار زمین، دوباره برگرد. لبخند لبخند لبخند. عالی. حالا آرام با پاهات راه برو، بیا جلو، بیا توی وضعیت دالفین پوز. باسن میاد به سمت بالا، آرنجا روی زمینه، ساعد دستم روی زمینه، باسنم کاملا به سمت بالاست. اگه مقدماتی هستم همینجا میمونم، اگه متوسطه و پیشرفته هستم نگاه میکنم بین انگشتای دستم، بینیمو میارم نزدیک میکنم به دستا، برمیگردم. بهش میگیم دلفین پوشاپ، دلفین پوشاپ. میایم بالا، میایم پایین. 5 4 3 2 1. اگر وضعیت پینچا جز حرکتایی که دوست داری انجام بدی، این تمرین خیلی براش خوبه. آروم با پاهات راه برو، بیا عقب، دم بگیر، شکمتو بذار روی زمین، کف دستاتو فشار بده، قفسه سینه‌تو بیار بالا. نفس‌ها جاری باشه. اجان روی زمینه. خیلی خوب. زانوها رو خم می‌کنم، میام بالا توی وضعیت چهار دست و پا قرار میگیرم. از توی وضعیت چهار دست و پا میخوایم حرکت تایگر کرو پوز رو انجام بدیم. میام توی چهار دست و پا، پای راستم رو میارم جلو، احتمالا شما پای چپ میبینید. انگشتای دستم رو پهن و گسترده میذارم، زانوی پای چپم از روی زمین بلند میکنم، دم میگیرم، از قدرت شکمم استفاده میکنم، زانوی پای راستم رو میکشم بالا، آروم میام پایین، قفسه سینه میاد بالا. 5 4 3 2. عالی. 1 بالا نگهش دار، پروتراکت کن شونه هاتو. 1 2 3 4. یه قدم بردار بیا عقب، پای چپ، زانوی پای چپ میاد روی زمین، انگشت پای راست روی زمینه، زانوش از روی زمین بلند میشه، پای چپ رو میکشیم توی شکم، آرام زانو رو میذاریم زمین و سر رو میکشیم به سمت بالا، تایگر کرو پوز. 10 بازدم. بالا پایین، از نهایت قدرت شونه هات و عضلات کور استفاده کن. بار آخر بالا نگه میداریم. 5 پروتراکت پروتراکت. 4 3 2 1. قدم بردار بیا عقب و وینیاسا، زانو سینه چانه یا چاترانگا. 10 کوبرا یا سگ سر بالا. بازدم قله یا سگ سر پایین. نفس، نگاه کن به دستات، با پاهات آروم راه برو، بیا جلو، لگنت رو بذار روی زمین، بشین و پاها رو صاف کن. امیدوارم که حالتون خوب باشه و تونسته باشید همراه بشید. پاها رو کنار همدیگه نگه میدارم. نگاه هم برو بروه. انگشت های پام به سمت صورتم. با اون پاشیم و تناسانی که همیشه انجام میدیم فرق میکنه. چانه رو میزنیم به قفسه سینه،
از بالا رول میشیم، رول میشیم، رول میشیم، میایم پایین. هر چقدر میتونیم میایم پایین. نگهدار، 30 ثانیه اینجا میمونیم. بمون. ده ثانیه دیگه. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 آرام میایم بالا. خیلی خوب. پای راستم رو خم میکنم، کف پا رو میذارم داخل ران پای چپم، انگشت پای چپم رو میارم به سمت صورت، دوباره چین تو چست، چانه به قفسه سینه، پشت رو گرد میکنم، گرد میکنم، گرد میکنم، میام پای. هر چقدر میتونم. دستاتو میتونی کشیده بذاری کنار پا. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نگاه کن به رو به رو، آرام با دستات بیا بالا، جای پاها رو عوض کن. پای راستت صاف میشه، پای چپت خم میشه، کف پای چپ میاد داخل ران پای راست، دم میگیری، چانه به قفسه سینه، رول میشی، میای پای. یادتون باشه که تمرین ها هر جلسه سختتر و سختتر میشه. پس حتما این تمرینات رو به اون ترتیبی که بهتون میگم انجام بدید. ولی خب طراحی تمرین رو جوری انجام دادم که برای همه قابل دسترس باشه. هم بچه های مقدماتی هم متوسطه تا حدودی هم پیشرفته بتونید ازش استفاده کنید. نفس. قشنگ بدنتو کشیده کن. ده، نه، هشت، هفت، شش، پنج، چهار، سه، دو، یک. با دستات بیا بالا. کف پاهاتو بزن به هم دیگه. پاشنه پاهات میتونه نزدیک باشه به جان، میتونه دور باشه. دم میگیری، کمرسا، بازدم، هر چقدر که میتونی خم میشی به سمت جلو، دستا صاف و کشیده. من سرمو نمیذارم پایین چون میکروفون قاطی میکنه. نگهدار، 5، چشماتو ببند، 4، 3، 2 و 1. با دستات راه بیا، بیا بالا و چشماتو باز کن. توی وضعیت 4 زانو بشین، میتونی به پشت دراز بکشی و در شواسانا استراحت بکنی. چجوری شواسانا؟ به پشت دراز میکشی، چشماتو میبندی، از بالا به پایین بدنتو رها میکنی. ممنونم که این تمرین رو همراه هم بودین. تا تمرین بعدی، نماسته.